با خبر توقیف کشتی رژیم آخوندی در مسیر سوریه، یک بار دیگه بحث دور زدن تحریم ها در فضای مجازی مطرح شد. کاربران توییتر هم با انتشار تصاویر و توییت هایی به این تلاش شکست خورده رژیم اشاره کردند. کاربری با انتشار تصویری که مسیر این کشتی رو نشون میده نوشته قاره پیمایی به امید دور زدن تحریم ها. نفتکشی که نفت خام ایران را به سوریه می برده بعد از طی مسیر بسیار طولانی جنوب آفریقا به جای انتخاب مسیر کوتاه کانال سوئز در تنگه جبل طارق توقیف شد، که همونطور که در تصویر می‌بینین مسیر اصلی این خط سبز هست که باید طی می‌شده، اما رژیم برای دور زدن تحریم‌ها در واقع این دور زدن رو کامل یک قاره رو دور زده که بتونه این کار انجام بده و از مسیری که با خط قرمز داشت داده شده حرکت کرده که باعث لو رفتن و در واقع توقیف کشتی شده. کاربر دیگه نوشته کشتی نفتکش ایرانی با 2 میلیون بشکه نفت خام مجانی برای سوریه دور قاره آفریقا را زده برای دور زدن تحریم ها توسط بریتانیا. یک کشتی دیگه هم توسط سعودی توقیف شده که البته دومی هنوز وقت نکرده بره دور دور. کاربر دیگه هم به توطئه های پشت پرده رژیم اشاره کرده و نوشته احتمالاً برنامه این بوده که از ایران ببرن سوریه، اونجا بفروشن به نام سوریه که شامل تحریم ها نشه. این یکی از راه های دور زدن تحریم هاست. و کاربر دیگه هم باز تصویر مسیر حرکت این کشتی رو منتشر کرده و نوشته دکترای دور زدن تحریم به رسم نمودار، لقمه‌ای که دور سر چرخید ولی به دهن دیکتاتور اسد نرسید. نقطه چین سبز مسیر معمول و نقطه چین قرمز همون مسیر دور زدن تحریم هاست که آقایان توش دکترا دارن. بعضی از کاربران هم به وطن فروشی آخوندها اشاره کردن و اینکه سرمایه های ایران صرف ترور و دخالت در کشورهای دیگه میشه. کاربر نوشته این دور زدن تحریم نیست، بلکه دور زدن ملت ایران است. چوب حراج به منابعی که باید برای نسل آینده ایران بماند، اگر این اسمش وطن فروشی نیست پس چیست؟ کاربر دیگه هم علت توقیف نفتکش رو این دونسته که حمل نفت به مقصد سوریه و نقض تحریم های اتحادیه اروپا و این نفتکش در اصلویه 2 میلیون بشکه نفت بار زده و 2 بار در امارات لنگر انداخته، بعد هم با بارنامه عراق راهی دماغ امیدنیک شده و قصد داشته که با دور زدن آفریقا نفتش رو در سوریه قاچاق کنه که شناسایی شده. کاربر دیگه هم باز به در واقع وطن فروشی آخونده و صرف سرمایه های ایران در مسیر اهدافشون به اونها اشاره کرده و نوشته قسمت زجرآور ماجرای سوپرتانکر توقیف شده توسط انگلیس تلاش و هزینه چند برابری برای دور زدن تحریم ها نیست، بلکه تلاش در سوزاندن سرمایه برای هدیه دادن آن هم بدون دستاورد چه مالی و چه استراتژیک است. کاربر دیگه هم به سیاست مماشات اشاره کرده و خواهان برخورد قاطع جامعه بین‌المللی با تلاش‌های رژیم برای دور زدن تحریم‌ها شده و نوشته سیاست مماشات آن روی سکه خصومت با مقاومت ایران. هر کس با این رژیم برای دور زدن تحریم‌ها همدستی می‌کند در حفظ یک دیکتاتوری ضد بشری مشارکت دارد. تحریم استبداد مذهبی کمک رسانی به مردم ایران در مبارزه علیه دیکتاتوری است. و بخشی از توییت ها هم به این موضوع اشاره داره که علیرغم همه مشکلات و همه راه حلایی که مطرح میشه، تنها راه حل برای رهایی از همه این درد و رنج ها و بحران های مختلف همون سرنگونی رژیم ولایت فقیه است. کاربری نوشته مردم ایران علیرغم همه سرکوب، شکنجه و زندان حکومت آخوندی ولی با صدای بلند سرنگونی آخوندهای تبهکار را فریاد زدند و با این شعار که دشمن ما همینجاست، دروغ میگن آمریکاست، یا رو به میهن پشت به دشمن، در نمایش های جمعه دشمنی خودشان را با آخوندها ابراز کردند. کاربر دیگه هم به اصلاح ناپذیر بودن حکومت ولایت فقیه اشاره کرده و نوشته واقعیت این است که آخوندها هرگز تغییر نمی کنند. آنها سلاح اتمی تولید خواهند کرد. آنها تروریسم را گسترش خواهند داد. آنها هرگز دست از سر مردم ایران بر نخواهند داشت. تغییر رژیم ایران ضروری است و همین الان هم ضروری است. کاربر دیگه هم آزادی رو در گروه براندازی آخوندها دونسته و نوشته مردم ایران خواهان آزادی و حقوق بشر هستند و تا زمانی که آخوندهای خونریز سر کار هستند آزادی متصور نیست، پس رأی میدهم به سرنگونی این رژیم در تمامیتش. بله، نگاه کوتاهی بود به توییت های شما در رابطه با وضعیت اجتماعی سیاسی ایران و امیدوارم که مورد توجهتون قرار گرفته باشه. تا فردا و فرصت دیگه‌ای که باز هم بتونیم در خدمت شما باشیم، خدا نگهدار همگی و موفق باشید.